خبرگزاری فرانسه در گزارشی به بررسی تبعیض مذهبی حکومت نیجریه علیه شیعیان این کشور پرداخت. به گزارش شیه ویوز به نقل از خبرگزاری فرانسه کارشناسان معتقدند روند سرکوب ها علیه شیعیان نیجریه که به تحریک برخی کشورها انجام می شود مظلومیت این اقلیت را بیشتر نمایان کرده است. یکی از روحانیون شیعه نیجریایی به نام ابراهیم موسا در این باره می گوید شیعه بودن در حکومت بوهاری مساوی با تحت آزار و اذیت قرار گرفتن است او افزود در مقایسه با دولتهای گذشته نیجریه در دولت کنونی شیعیان از تبعیض بیشتری رنج میبرند به‌گونه‌ای ای که این اقلیت اجازه ندارد بر اساس باورهای خود حتی خدا را بپرستد بر اساس گزارش ها در کمتر از یک هفته اخیر نیروهای نظامی و پلیس نیجریه در سه مناسبت جداگانه شیعیانی که مشغول برگزاری مراسم مذهبی بودند را هدف حمله و تیراندازی مستقیم قرار دادند. شمار تلفات با توجه به تفاوت منابع خبری مختلف است. در حالی که نیروهای نظامی شمار کشته شدگان را شش نفر اعلام می کنند، فعالان شیعه شمار قربانیان حملات نظامی حکومتی را 49 نفر دانسته و افزودند که 100 نفر نیز مجروح شدند عفه بین نیز ضمن تایید آمار قربانیانی که از سوی فعالان شیعی منتشر شده گفته در پی تیراندازی نیروهای نظامی نیجریه به شیعیان دست کم 45 نفر از این اقلیت مذهبی مسلمان جان خود را از دست دادند